سلام، به قسمت دوم از مجموعه آموزشی ساخت تایمر پمپ آب خوش اومدید. اول کار خدمتتون عرض کنم که اگر ویدیوی قبلی رو ندیدید حتما برگردید اون ویدیو رو کامل و دقیق ببینید، بعد بیایید این ادامه این ویدیو رو در خدمتتون باشم. شما اگر ویدیوی قبلی رو ندیده باشید نمیدونید که اصلا ما میخوایم چه پروژه‌ای رو انجام بدیم، حتما اون رو ببینید بعد بیایید این قسمت. خب ببینید، توی این قسمت من میخوام اولا 7 سگمنت مالتیپلکس رو خدمتتون معرفی بکنم و بعد بریم سراغ این که چطور میخوایم ارتباطات رو به میکروکنترولر برقرار بکنیم و انشالله در ویدیوهای بعدی مدار رو میسازیم و برنامه نویسی میکنیم و تمام کار تموم میشه انشالله. همه چیز رو به خوبی و خوشی انجام خواهیم داد. خب در این قسمت تمرکز بنده سر این هست که 7 سگمنت مالتیپلکس رو خدمتتون توضیح بدم. 7 سگمنت مالتیپلکس، ببینید من میخوام از این 7 سگمنت استفاده بکنم. یک 7 سگمنت 4 دیجیت، یعنی 4 رقم داره ولی 12 تا پایه. ببینید نمیدونم دیده میشه یا نه، انشالله که قشنگ دیده بشه. ببینید 6 تا پایه این طرفش داره، 6 تا پایه هم این طرفش داره، این کلن 12 تا پایه است. با 7 سگمنتی که توی پروژه های قبلی استفاده کردیم زمین تا آسمان متفاوته، مخصوصا روش درایف کردنش، روش نمایش دادن عدد روی این 7 سگمنت. ببین من بیام اول 7 سگمنت رو بکشم، یک 7 سگمنت به این صورت. حالا من بیام این رو به 4 قسمت تقسیم بکنم، مثلا خب دیجیت اول به این شکل، خب ببینید اینه، این وسط خط وسط رو هم پاک میکنم. ببین این 7 سگمنت مونه و این 7 سگمنت 6 تا پایه پایین داره، 6 تا پایه بالا. بذارید من پایه ها رو اینجا به این شکل بکشم، 1 2 3 4 5 6 و 6 تا هم بالا، 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه. خب بذارید برای هر LED در هر رقم ما اسم بذاریم. ببین LED این وری بشه A، ببین این بشه LED A، اینم LED A، اینم A، اینم A، این یکی B B B B C C C C، بقیه رو نمی‌نویسم. A B C D E F G، برای همه‌شون به این شکله، یعنی همه رو من اینجوری اسم گذاری کردم LED ها رو. خب ببینید پایه هایی که داریم، بذارید من پایه ها رو هم براتون بنویسم. پایه اینو اسمش رو بذارم S1، بعد بیام بگم B آ، این پایین، بعد S2 S3 و اون گوشه هم بشه C، این پایین بشه F E و دات نقطه دیو جیو S1 S4 S1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم. خب ببین اینها رو من قبلاً یه بریت بورد، یعنی در واقع این 7 سگمنت رو وصل کردم به بریت بورد، اونجا من تست کردم پایه ها رو و به این نتیجه رسیدم، یادداشت کردم و از روی یادداشتم دارم اینها رو براتون توضیح میدم. خب ببینید S1 مربوط هست به دیجیت اول، این دیجیت، S2 مربوط به دیجیت 2، S3 مربوط به دیجیت 3، S4 هم مربوط به دیجیت 4 و پایه مشترکشونه، یعنی پایه مشترک اینها اینه، پایه مشترک اینها اینه، پایه مشترک اینها این پایه است و پایه مشترک اینها هم این پایه است. پا
پایه A، ببین پایه A وصل به هر این چهارتا، 1، 2، 3، 4. پایه B وصل به هر این چهارتای این، C هم باز به هر چهارتا وصله، D، E، F و G همشون به هم وصل هستن. خب ما اگر بخوایم عدد بنویسیم روی، مثلا اینجا بیایم عدد 1 رو بنویسیم، باید این C و D رو فعال بکنیم، در واقع C و D رو بیایم هر دوتاشون رو صفر کنیم، صفر منطقی یا همون صفر ولت، و بیایم این S4 مربوط دیجیت 4 روم هست، این رو یکش بکنیم، یک منطقی بکنیم، یعنی 5 ولت رو بندازیم روی این پایه. در این حالت عدد 1 اینجا نمایش داده میشه. خب تا اینجا رو داریم. خب اگر شما در این حالی که C و D رو صفرشون کردی اینو یکش بکنی، عدد 1 اینجا نمایش داده میشه. و اگر بخوای عدد 1 اینجا هم نمایش داده بشه، باید S3 رو فعال بکنی، یعنی 5 ولت رو اینجا هم بندازی. اگر روی همه این S ها 5 ولت رو بندازی، روی هر 4 تا دیجیت 1111 نوشته میشه، هر کدوم عدد 1 رو نمایش داد میدن. خب ببینید تا اینجاش اوکیه. اگر بخوای همشون رو 3 بکنی، باز به این شکل میایید مثلا عدد B C D E و G رو میایید فعال میکنی، یعنی این پایه، در واقع این LED، این LED، این LED، این و این رو با هم فعال میکنی، 0 ولتشون میکنی و روی سلکتور S4 عدد در واقع مقدار 5 ولت رو میندازی با دستوراتی که توی میکرو هست. اون موقع عدد 3 اینجا نمایش داده میشه. ولی ببین تا اینجاش مثل اون قبلیه بود، ولی تفاوتی که اینجا هست، شما نمیتونی همزمان بیای اینجا عدد 3 رو نمایش بدی و اینجا عدد 2 رو نمایش بدی. اصول در واقع اصول این مولتیپلکسه اینطوریه که شما در یک لحظه فقط یک عدد رو میتونی نمایش بدی. حالا بیای روی یکی از دیجیت ها نمایش بدی یا روی همشون نمایش بدی، در یک لحظه فقط یک عدد قابل نمایش هست. یعنی مثلا یا عدد 1 رو باید نمایش بدی، روی هر چند تاش که میخوای عدد 1 رو میتونی نمایش بدی، یا میتونی عدد 2 رو، 3 رو، 4 رو، ولی نمیتونی در یک لحظه اینو 5ش بکنی، این مثلا بشه 2. این امکان در لحظه وجود نداره. ولی ما میتونیم با یک خطای دید بیایم اعداد مختلف رو روی اینها نمایش بدیم. حالا این خطای دید به چه صورته؟ به این صورته که مثلا شما میخوای عدد مثلا 24.83 رو نمایش بدی، یعنی میخوای این عدد 2 باشه، این عدد 4 باشه، این عدد 8 باشه، این عدد 3 باشه، باید چیکار بکنی؟ یک خطای دید ایجاد بکنی که یک انسان چشش به اشتباه بیفته و عدد 24.82 رو ببینه. این خطای دید به چه شکله؟ میایم این کار رو میکنیم، یک لحظه عدد 2 رو اینجا نمایش میدیم و اینا رو همشون رو خاموش میکنیم یک لحظه، بعد میایم در لحظه بعدی این رو 4ش میکنیم، ستای بقیه رو خاموش میکنیم، میایم این رو 8ش میکنیم، در لحظه بعدی این رو 8ش میکنیم، ستای بقیه رو خاموش میکنیم، و در نهایت میایم این رو عدد 3 میذاریم روش، بقیه رو خاموش میکنیم. پس یه لحظه عدد 2، یه لحظه عدد 4، یه لحظه عدد 8، یه لحظه عدد 3. این رو اونقدر با سرعت زیاد هی آپدیت میکنیم، چشم انسان همزمان اعداد رو روی تمامی LED ها میبینه به این شکل. به این میگن خطای دیدی که حالا به صورت مالتیپلکس ما میتونیم عدد رو نمایش بدیم روی 7 سگمنت هم. خب این شد کلیت قضیهی که میخواست وصل بشه به در واقع حالتی که میخواست 7 سگمنتمون عدد رو نمایش بده. این خیلی جالبه، وقتی شما با سرعت زیاد میای اینها رو آپدیت میکنی، یه لحظه 2، یه لحظه 4، یه لحظه 8، یه لحظه 3، دوباره 2 4 8 3، 2 4 8 3، 2 4 8 3، 2 4 8 3، اونقدر با سرعت بالا این کار رو مدام تکرار میکنی با میکرو کنترلر
که عدد 24.83 نمایش داده میشه. حالا اونو وقتی که کد می‌نویسیم و مدار رو می‌بندیم هم خواهید دید و می‌بینید که چقدر جالب و عالی در میاد. خب این از این، تا اینجاشو متوجه شدیم. یه قسمت دیگه داریم، می‌خوایم که بگیم میکرو کنترلرمون چطور وصل بشه به این 7 سگمنت، یا این 7 سگمنت رو چطور وصل بکنیم به میکرو کنترلر، به کدوم پایه‌ها وصل بکنیم. خب من برای این کار پایه پورت دی رو برای A و B و C و D و E و F اینها اومدم پورت دی رو انتخاب کردم. روی ببینید میکرو کنترلرمون میکروه میخواییم AT8 بذاریم، AT میگای 8، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 پورت دیه، 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. بیایم عدد در واقع این پایه A B C D E F و G رو به این صورت به این وصل بکنیم. A رو به پایه 0 پورت D، B رو به پایه 1 پورت D، C رو به پایه 2 پورت D و در حالا به ترتیب دیگه C D E F G، ما به ترتیب پایه های 0 و 1 تا 6 میخواییم وصل بکنیم. این از این. میمونه 4 تا سلکتور. میخواییم 4 تا سلکتور هم داریم، S1, S2, S3 و S4. اینا رو هم میخوام به پورت B وصل بکنم، 1, 2, 3, 4, 5 و 6 پورت B میخوام وصل بکنم. B0, 1, 2, 3, 4, 5 بیایم S1, S2, S3, S4 وصل بکنیم. در واقع S1 رو وصل بکنیم به پورت B0، S2 رو وصل کنیم به پورت B1، S3 رو وصل بکنیم به پورت B2 و S4 رو وصل بکنیم به پورت B3. می‌خوایم وصل بکنیم B4 و B5 رو می‌خوام به کلید هام وصل بکنم. دو تا کلید داشتم دیگه، درسته؟ توی پارت قبلی این رو گفته بودم. خب به این شکل 7 سگمنت وصل شد به میکرو کنترلر و اینم دکمه هام. خب این از این، تا اینجا ما کارمون تموم شد. فقط چیزی که از شما میخوام، طبق یه ویدیو قبلا من گذاشتم در مورد اینکه کجاها باید کریستال ساعت بذاریم، کجاها کریستال ساعت نباید بذاریم، زیر همین پست برام کامنت کن ببینم که آیا توی این پروژه ما نیاز داریم که حتما کریستال ساعت استفاده کنیم یا نه. آیا کریستال ساعت، ببخشید، کریستال خارجی باید بذاریم حتما توی این پروژه، یا میتونیم از کریستال داخلی هم استفاده بکنیم؟ اینو برای من کامنت کنید تا ویدیو بعدی در موردش صحبت خواهم کرد. موفق و مؤید باشید. خداحافظ شما.